سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که هستید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد مهمترین ویتامین بدن صحبت بکنم که حتما اسمش رو شنیدید، ویتامین دی، و فقط اطلاعات محدودی رو در موردش میدونید و فکر میکنید فقط برای استخوان‌ها مهم هست. در این ویدیو میخوام منابع تامین ویتامین دی رو بگم خدمت شما و اینکه مکمل‌ها و قرص های ویتامین دی چقدر باید مصرف بکنید و آیا اینها عوارضی ندارند و کافی هستند برای بدن ما یا ما بایستی از منابع دیگه تأمین بکنیم. نقش اول ویتامین دی که خیلی هم مهم هست، کمک میکنه به جذب کلسیم از داخل روده و کمک میکنه به چسباندن کلسیم و فسفر به استخوان ها و استحکام استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان. بنابراین برای افراد بالای 50 سال ویتامین دی بسیار ضروری و حیاتی هست. عزیزان، ویتامین دی کمک میکنه به سیستم ایمنی، خصوصا سلول های ماکروفاژ که اینها بهتر ویروس ها و باکتری ها رو ببلعن و از بین ببرن. اگه میخواین کمتر سرما بخورید، آنفولانزا دچار بشید و بیماری های ویروسی، باید ویتامین دی تون به اندازه کافی باشه. نقش بعدی ویتامین دی که باور نکردنی هست، تأثیرش رو خلق و خو و آرامشه. عزیزان، کسانی که افسردگی دارن، اینها ویتامین دیشون کم هست و زمانی که ویتامین دی کافی رو دریافت میکنن، کمک میکنه به بهبود افسردگی، درونگرایی و عصبانیت هایی که بعضی ها دچارش میشن، خصوصا زمانی که در معرض نور آفتاب قرار میگیرید. هورمونی به نام بتا اندروفین ترشح میشه در بدن که به همراه ویتامین دی کمک میکنه به خوش اخلاقی و افزایش سطح انرژی و بهبود افسردگی. حتی خانم های باردار که ویتامین دی کافی ندارند، خیلی هاشون دچار افسردگی پس از زایمان میشن. عزیزان، در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی شده، مقالاتش هست. نقش بعدی ویتامین دی، عزیزان، در بهبود خواب هست. کسانی که بدخوابی دارن، کسانی که موقع خواب خوابشون نمیبره، اضطراب دارن، یکی از علت های این مورد میتونه کمبود ویتامین دی باشه. مورد بعد، عزیزان، تحقیقات نشون داده که کمبود ویتامین دی در بدن میتونه باعث افزایش ریزش مو بشه. حتی برای رویش مجدد مو نیاز به تامین ویتامین دی هست، چرا که ویتامین دی اثر میذاره روی جذب املاح و الکترولیت هایی که برای ساخت مو ضروری هستند. مورد بعد، عزیزان، ویتامین دی نقش مهمی رو در تعادل فشار خون داره و به دلیل جذب املاح و الکترولیت ها موجب حفظ فشار خون میشه. بنابراین ویتامین دی نقش مهمی در تعادل مایعات بدن و تعادل فشار خون در بدن داره. عزیزان، این مواردی که میگم خدمت شما به خاطر این هستش که شما خودتون طبیب خودتون بشید. با اطلاعات ساده‌ای که شما در این ویدیو به دست میارید، خیلی وقتها شما از دردهای مختلف رهایی پیدا میکنید. فقط کافیه سطح آگاهی بره بالا. شما هم اگه دوست دارید که با ما همراه باشید، کافیه فقط یک کامنت خوب و پر انرژی برای ما بفرستید. متشکرم. مورد بعد، عزیزان، خیلی ها الان دچار خستگی ها و بیحالی های مفرطن. دیدین خانم ها و کسانی که در واقع اکثرا تو خونه هستن، همیشه میگن ما حس خستگی داریم، چه غذا بخوریم چه نخوریم بیحالیم. عزیزان، یکی از نشانه های کمبود ویتامین دی همین خستگی و بیحالی هست، چرا که ویتامین دی هست که در عضلات نقش آفرینی میکنه و با فعال کردن جذب کلسیم و املاح و به کمک روی، البته روی هم نقش بسیار مهمی داره در عضلات، یک کمپلکسی رو تشکیل میدن که این کمپلکس در واقع باعث فعال شدن انرژی در بدن و پویایی میشه و خستگی رو از بین میبره. عزیزان، تحقیقات اثبات کرده که کمبود ویتامین دی حتی میتونه باعث مشکلات گوارشی بشه، سرعت عبور مواد رو در روده کم بکنه و فرد دچار یبوست بشه که خود یبوست ام الامراضه، یا مشکلاتی نظیر IBS روده تحریک پذیر و یا سلیاک، بیماری که رو به افزایش هست. و تحقیقات نشون داده یکی از اون علتهایی که میتونه این عوامل رو تشدید بکنه و ایجاد بکنه کمبود ویتامین دی هست. مورد بعد، عزیزان، که شما میتونید پی ببرید به اینکه ویتامین دی بدنتون کم هست، تعریق شبانه هست. خیلی ها ناحیه گردن و ناحیه سرشون موقع خواب عرق میکنه. یکی از علتهای اصلی این مورد بحث کمبود ویتامین دی هست. و مورد بعد، عزیزان، کسانی که دچار زخم میشن، برای بهبود زخمشون، خصوصا افراد دیابتی، برای بهبود زخمهای دیابتی ما نیاز به ویتامین دی داریم و افراد دیابتی که کمبود ویتامین دی داشتن، دیدن در بهبود زخمها دچار تأخیر میشن
و زخماشون دیرتر خوب میشه از اونایی که ویتامین دی کافی دارن. و مورد بعد بحث مسائل جنسی هست. عزیزان خیلی ها در جامعه امروزی دچار مشکلات جنسی هستند و هر دری میزنن برطرف نمیشه و نمیدونن. یکی از علتهای مسائل جنسی و ایجاد نعوذ در آقایون مشکلات جنسی در آقایون و حتی خانم ها برمیگرده به کاهش ویتامین دی و نقش ویتامین دی در واقع هورمون های جنسی و افزایش میل جنسی، که این هم یک معضل شده در شرایط امروزی. عزیزان یکی از نقش های بسیار مهم ویتامین دی تنظیم متابولیسم هست. افرادی که کمبود ویتامین دی دارن اینها معمولا چاق میشن، اینها در رژیم های لاغری موفق نیستن، اکثرا وزن دلخواهشون رو به دست نمیارن، چون زمانی که ویتامین دی کم هست متابولیسم کاهش پیدا میکنه و کاهش متابولیسم نمیذاره که افراد به وزن دلخواه برسن. نقش بعدی ویتامین دی عزیزان، نقش مهم اون در سرطان زدایی هست. هم پیشگیری از سرطان و هم درمان از سرطان، ویتامین دی نقش بسیار بسیار مهمی رو داره در کنار آنتی اکسیدان های دیگه در موضوع خونسا کردن سلول های سرطانی و از بین بردن اونها، چرا که در تقویت سیستم ایمنی هم نقش داره. بنابراین نور خورشید ضد سرطان هست، نور خورشید لاغر کننده هست، نور خورشید بهترین دارو هست برای وجود ما. خودتون رو از این نور به اندازه بهره مند بکنید. اگر نتونستید از طریق مواد غذایی که من در این ویدیو بهش اشاره کردم. ویتامین دی تمام سلول های بدن براش گیرنده دارن عزیزان. ویتامین دی بسیار بسیار مهمه و ما باید بدونیم چقدر نیاز بدن ما هست و تأمین کنیم. و کسانی که میرن سراغ مکمل های ویتامین دی از طریق سنتتیک و قرص های صنعتی و داروخونه ها برای تأمین ویتامین دی خودشون، اینو بدونن که ویتامین دی وقتی که از یه حدی افزایش پیدا میکنه باعث هایپرکلسمی میشه. هایپرکلسمی باعث سنگ کلیه میشه، باعث کبد چرب میشه و یک سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه. افراد دهانشون خشک میشه، سردرد میشن، عوارض خودشو داره، میتونید سرچ بفرمایید. ما توصیه‌مون اینه که به صورت نچرال و طبیعی ویتامین دی بدن خودتون رو تأمین بکنید. و اینم بدونید عزیزان که تأمین ویتامین دی یک بحث هست، فعال کردن ویتامین دی در بدن خودمون مورد بعدی هست، که اینها دوتا مقوله هست و خیلی ها ویتامین دی در بدنشون هست ولی فعال نمیشه. چرا؟ چون برای فعال سازی ویتامین دی یک سری عناصر نیاز هست، مثل روی، مثل منیزیم، مثل ویتامین کا، و اینها موجب فعال کردن ویتامین دی میشن. بنابراین بعضی وقت ما بدنمون منیزیم کم داره. به خاطر همین من دائم توصیه میکنم برای تأمین املاح بدن خودتون حتما مواد معدنی رو عزیزان شاید در سبزیجات و میوه‌جات و اینها پیدا بکنید، ولی به صورت دوز بالا و ارگانیک و نچرال در نمک طبیعی هست. نمک ارگانیک، اون نمکی که NaCl نیست، اون نمکی که 85 تا ماده معدنی داره، اون نمک، خصوصا نمک های آبی، نمک صورتی، نمک دریاچه، البته جاهایی که بهداشتی و تمیز باشه، اینها سرشار از منیزیم هستن، سرشار از روی هستن و میتونه ویتامین دی بدن ما رو فعال بکنه. عزیزان برای تأمین ویتامین دی ما نیاز به آفتاب داریم. آفتاب بالاترین، بهترین، ارزانترین دارو هست برای بدن. اگر میخواین افراد بزرگسال، پدر بزرگا و کسانی که سنشون رفته بالا، اینها دچار بد اخلاقی نشن، دچار پوکی استخوان نشن، این عوارضی که گفتم خدمتتون دچار نشن، کافیه روزی 20 دقیقه اینها رو در معرض آفتاب قرار بدین. شاید دیده باشین در مناطق روستایی پیرمردا و اینها میان بیرون از خونه ها میشینن، از پاشونو میدن بالا، از زانو به پایین در معرض نور مستقیم آفتاب قرار میدن و این مورد رو شاید ندانسته انجام میدادن، ولی علم امروز اثبات کرده که افراد بالای 50 سال به آفتاب بیشتر نیاز دارن، چرا که به ویتامین دی بیشتر نیاز دارن. شاید یکی از رازهای افزایش طول عمر قدیمیامون و سالم زیستنشون هم همین مورد بوده. و امروز سبک زندگی های ما طور شده که اکثرا داخل خونه ها هستیم، میخوایم بریم بیرون از آفتاب فراری هستیم، کرمای ضد آفتاب میزنیم و نمیذاریم نور آفتاب رو دریافت بکنیم. یا در مناطقی از این کره زمین آفتاب کم هست، مناطق اروپایی، مناطقی مثل هلند، ژاپن و مناطق مختلف که کمبود نور خورشید رو دارن، اینها چه کار بکنن؟ من یک تحقیقی کردم، خیلی جالبه. برای تامین ویتامین دی که اینقدر مهم هست، در مناطق گرمسیر میبینید که طبیعت طوری هست که خرما میده و خرما
یکی از محصولاتی هستش که سرشار از ویتامین دی هست و کسانی که شبی 5 عدد خرما مصرف بکنن دچار کمبود ویتامین دی نخواهند شد. و جالبه در بعضی مناطق سردسیر یا مناطقی که نور خورشید کم هست، مناطقی که دریا زیاد دارن و مناطقی مثل ژاپن، خداوند در اونجا ماهی رو قرار داده و ماهی خصوصا روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین دی هست که میتونن برای تأمین نیاز بدن خودشون از اون ماده استفاده بکنن. و ویتامین دی چون خیلی مهم هست برای بدن، منابعش هم در منابع گیاهی و هم در محصولات حیوانی وجود داره. در تخم مرغ وجود داره، در جگر گاو وجود داره، در جگر ماهی وجود داره و در منابع گیاهی هم بهترینش خرما هست، بعد کدو حلوایی هست، از تو مغزها گردو، بادام و پسته، اینها ویتامین دی خوبی دارن، به شرطی خام استفاده بشه و خوب بجوید. عزیزان، یکی از منابع غنی ویتامین دی انجیر هست و زیتون و اگر اینها با هم مصرف بشه بهترین دارو برای پوکی استخوان هست که ما سالهای سال اینو تست کردیم روی بیماران مختلف، واقعا نتیجه عالی بوده. بنابراین میوه‌هایی که تو آفتاب خشک میشن، نور آفتاب زیاد دریافت میکنن، مثل انجیر، مثل کشمش، مثل خرما و توت خشک و برگه زردآلو، اینها منابع خوبی هستن برای تأمین ویتامین دی که اگر در رژیم غذایی قرار بگیره این مشکلاتی رو که گفتیم اینها حل خواهد شد. و این نکته طلایی رو هم هدیه میدم خدمت شما، نتیجه تجربیات ما هست. عزیزانی که در معرض نور خورشید نیستن، کمبود ویتامین دی و کلسیوم رو حس میکنن در بدنشون، برای که این مسئله برطرف بشه، چه خانم های باردار، چه نوجوانان، چه افراد میانسال و مسن، این نسخه یک داروی بسیار خوب و خوشمزه هست. هر شب یک عدد کشک محلی که سرشار از کلسیوم هست، 2 عدد گردو که سرشار از فسفر هست و 3 عدد خرما که سرشار از ویتامین دی هست و اینها با هم یک کمپلکس رو تشکیل میدن برای رفع پوکی استخوان، برای ایجاد نشاط و مواردی که مربوط میشد به ویتامین دی. اگه کشک محلی خوبم نداشتن، به جای کشک که سرشار از کلسیوم هست، شما میتونید از بادام استفاده کنید و 15 عدد بادام رو در واقع یک دانه یک دانه میل کنید، بعد گردو و بعد خرما. این ترکیب رو در جیره غذاییتون بذارید، خصوصا شبها که بهترین زمان برای جذب کلسیوم در شب هست. عزیزان، در لایف استایل امروز ما، در شرایط زندگی های امروز، خصوصا نوجوانا که اکثرا پای کامپیوتر و بازی و اینها هستن و در معرض نور خورشید قرار نمی گیرن، حتما دیدین شاهد بد اخلاقی ها و کج خلقی های این گروه سنی شده و اینها بخش مهمیش به خاطر کمبود ویتامین دی هست. بنابراین مادران توجه داشته باشن که رژیم غذایی رو طوری تنظیم بفرمایید که در جیره غذاییتون منابع ویتامین دی فراوان باشه. تحقیق بفرمایید و ما هم در این چنل در واقع مطالبی رو خدمت شما میگیم که کپی پیست نیست از جایی، مطالبی هست که ما سالها داریم با اینها زندگی میکنیم، بیمارانمون رو درمان میکنیم. افراد بسیار زیادی که به ما مراجعه کردن، پوکی استخوان داشتن، مشکلات مختلف، ما اول ویتامین دی بدنش رو تنظیم میکنیم. عزیزان، برای اطلاعات بیشتر در مورد ویتامین دی و فعالسازی ویتامین دی در بدن، یه ویدیو جداگانه گذاشتیم تحت عنوان فعالسازی ویتامین دی با منیزیم، اینو حتما ببینید، بسیار عالی هست. عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید، ما هم در اینستاگرام و هم در تلگرام در خدمت شما هستیم. موفق و شاد و سالم باشید. خدا نگهدار.